به نام خدا و با عرض سلام و درود خدمت همه شما هموطنان عزیز، از آن که یک گزارش را از دریچه تلویزیون راه فردا دیده هستیم با مناسبت میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام و همچنان آغاز دهه دوم ماه ذی‌القعده که یک از ماه‌های بسیار خوب هست. اینجا در شهر کابل مراسم عروسی دست جمعی 50 زوج برگزار شده است و هم آمدیم تا برای شما از آن یک گزارش از جریان مراسم تهیه بکنیم و با شما از آن هم مصاحبه‌های بگیریم و گفتگوهایی که مردم دارن، تشویق‌ها و انتظاراتی که مردم بیشتر از این محافل دارن. شور و شوق و علاقه مردم را هم به تصویر حتما می‌بینید. صدای من شاید با سختی شنیده شود. انشاءالله با ما باشید در ادامه گزارش. گزارش همچنان در خدمت ما هستیم، همچنان که در تصاویر هم تماشا میکنیم شور و شوق که کسانی که اینجا اشتراک کردن دارن و علاقه ای که دارن و بیشتر خواست کسانی که اینجا اشتراک کردن همی است که از این گونه مراسم های عروسی دست جمعی هست بیشتر شد. یکی از کسایی که در این مراسم هم اشتراک کرد اینجا در کنارم هست، عکس صحبت با اینا بکنیم. سلام کاکا جان، خوبین؟ سلام به شما و دوستان عزیز من. خوب خدا که این عروسی ها بسیار خوبه، یعنی ساعت از کلگی خوبه در جامعه بسیار تبریک و از نگو مدازداری از این ها. سلامت باشین. هم اسمتان رو نگفتنش دیگه؟ اسمتان را نگفتید؟ محمد یواز. محمد یواز، خب از طرف آقا دامادا خبر این یا از عروس خانم ها؟ از طرف هر دو خبر. از هر دو طرف ها خبریم؟ کاکا از هر دو طرف خبرن. باز عروس و دامادا چی شما میشن؟ همیشه عروس ها نواسی کاکای ما میشن، هر دو بیرده راست دار. چقدر خوشحال این امروز این مراسم شرکت کردیم؟ بسیار خوشحال هستم. از این عروسی بسیار خوب است، این عروسی بسیار در جامعه خوب است، بسیار خوشحال هستم، بسیار زیاد. بله بله، بدون شک. باز بچه هایتان عروسی کردن خودشان؟ نه، از ما نکرده، تو بول عروسی نکرده. بخیر، باز زمان عروسیش برسه مراسمش نمیرخم میگیرین یا عروسی شخصی میگیرین؟ بخیر انشالله، اگر خدا توفیق داد نمیرخم میگیرین انشالله. خیلی سپاس، تشکر. بازم تبریک باشه از هر دو طرف. خبر این دیگه شما از هر دو طرف ها تبریک باشه. بله، از هر دو طرف ها تبریک باشه. تبریک هم. در ادامه کارش دیگه مرتمت ما هستم کاکا بومان علی، درست است؟ امروز پسر خدا آورده و در این مراسم عروسی دست جمعی عروسیش را گرفته. چقدر خوب است و در کنارش چقدر خوشحال هستن از اینکه این زمینه برشان مساعد شد تا آمدن در این مراسم شرکت کردن. سلام کاکا جان، خوبی؟ سلام پدر امیر. بر شما دو عید است امروز، تولد امام رضا هست، هم بر شما تبریک میگیم و در کنارش عید بزرگتری است که عروسی پسر شماست. تشکر میکنم از شما که سلامت باشین. چی انگیزه شد، چطور شد که آمدین مراسم عروسی پسر تانه در این مراسم عروسی دسترمی گرفتین، نرفتین شخصی عروسی نگردین؟ از همین برنامه‌ای که خیلی مردم تشویق کردن، گفتن عروسی دست جمعی خیلی یک لذت خوب داره، خیلی اسلامی است و می مناسبت ما آمدیم این عروسی را برگزار کنیم. باز چقدر خرج مصرف شده؟ اگر عروسی شخصی می‌گرفتین در خانه پسرتان را، بجرد شما چقدر مصرف می‌شد؟ یعنی مصرفی چیه خانه که خیلی زیاد، یعنی چهار برابر ما خیلی مصرف نکردیم. تا حال دمی عروسی هیچ مصرف نکردیم؟ نه، عروسی نه، اما مصرف. باز دیگه چقدر جهیزیه، چقدر در این مراسم شرکت کردیم پسر شما رو میدن؟ جهیزیه یکم فرش و مثلا کمپال و همی ظرف هایی که یک زوج میتونه خود زندگی خود تیر کنه برای ما لطف داره. دیگه خواست شما از بسایی که خصوصاً جوانایی که مثل پسر شما در آستانه ازدواج کردن است و از طرفی هم پدرهایی که میخواید دخترانشان را یا پسرهایشان را مراسم عروسیشان را بگیرن،
پیام شما و خواست شما از اونا چی هست؟ ما خوب با کلی توصیه میکنم که همین عروسی را میتونم دنبال کنم. خیلی خوب عروسی که مصرف نداره، اسلامی است دیگه. خیلی همین از این عروسی خوشحال است. سلامت باشین، بجایتان بشینین. خیلی تشکر، دوست کردم. بخیر باشین. سلامت سلامت باشین، تشکر. در ابتدا بگیم که از کدام طرف خبر هست امروز؟ بخیر، ما از طرف آفیسر سید مصطفی موسوی. آقای مصطفی چه نسبت با شما دارم؟ خواهرزاده ما هست. امروز آمدید در عروسی مراسم عروسی تسجمی خواهرزاده بگم؟ بله. چطور شد که مصطفی جان را آوردین در مراسم عروسی تسجمی؟ مراسم اجرا گرفتین، نرفتین یک عروسی شخصی نگرفتین؟ گرشن عروسی شخصی هم قرار بود بگیریم، ولی خانواده ی عروس موافقت کرد. بعد این عروسی بهترین عروسی هست از نگاه معنویت، خصوصا در شرایط فعلی، در شرایط اقتصاد مردم. و همه دلیل است که هم از نگاه معنوی، هم از نگاه عرفی، هم از نگاه اجتماعی بهترین عروسی یه عروس است. یعنی اگر کسی بخواید بهترین عروسی رو مشاهده بکنه، یه عروس است. هم معنویت دارد، هم از نگاه اقتصادی برای مردم خوب است، هم از نگاه الگو برای مردم خوب است. با این دلیل ها ما مشکل داریم. بدون شک باز از پسرا خودتان هم عروسی کردن یا هنوز موندن؟ باشه، ما یک بچه دارم 18 سال شد. خواه، یعنی هنوز وقت هست. خواه، خیلی دوست دارم که بمیشه یک مسائلی عروسی کنم. من خودم هم رو کوچیکی خود علاقه داشتم. این گونه مراسم عروسی واقعا علاقه داشتم. این بهترین عروسی است. از هر لحاظ، از هر منظری که بخوای میره مشاهده بکنیم، بهترین عروسی است. سلامت باشم. خواست شما از کسایی که این مراسم ها را برگزار میکنن، از یک طرف و طرف از پدرها که میخواین پسرهایشان و دخترهایشان مراسم عروسیشان را بگیرن چی هست؟ گرچند این عروسی متعلق به دخترها هست، چون پسرها خیلی هایش موافقه میکنن، هم از نگاه اقتصادی هم خیلی هایش دوست دارن. یه بستگی داره در خانواده دختر، اونا موافقه بکنن. سفارشم برای دخترداران هست، باید دمید عروسی موافقه بکنن. بهترین عروسی هست انشاءالله، کم از نگاه معنویت، در نگاه همه چیز که بس خانواده دختر وقت موافقه بکنن دیگر موافقه. سلامت باشین، تشکر. کم کم میاین آنه، من اینجا تکای اینا رو خراب نکنم، چه تاثیر میبینیم باز هستم در خانواده. نام خدا بر ما بگوین، اسم شما چیه؟ محمد است. محمد جان، تبریک عرض میکنیم عروسی رو. بخیر، برای شما امروز دو خوشی هست دیگه. از طرف هم تولد امام رضا هست، از طرف هم مراسم عروسی شما رو خیلی تبریک عرض میکنیم. فرمان شما سلامت بشین، انشاءالله که همه جوان و فامیلی به رضای خود برسه. سلامت باشین. چطور شد که تصمیم گرفتین بین مراسم عروسی را در این مراسم دست جمعی بگیرین، نرفتین شخصی نگرفتین؟ خواهی دیگه، خدا هم خودش فامیلی رو اداره میکنه، خدا هم کاره همه رو اداره میکنه. خواهی دیگه انشاءالله عروسی خوبی هست، صد نیست افون بگیرین. تا چقدر مصرف کردین؟ مصرف سیاد مصرف نگرین. اگر میرفتین، اگر میرفتین امیر شخصی در مراسم در هتل میگرفتین، چقدر مصرف میشد بنظر شما؟ شاید خانه دل اگه من مصرف میشد. دوست و سرفرانه دیگر پیام شما و توصیه شما برای جوانهای مثل خود شما در آستانه ازدواج کردن از چی است؟ اما برادران مگر یکی رو میشناسید؟ صد خوب است. به این مراسم ها بگرفتین، هر جوانی که عرضی کنه خوب است، بد نیستن. خیلی خوب است. خوب است، 26 شد. خیلی خوبش است. سلامت باشین. همراه عروس خانم یک سلام علیکی بکنیم. سلام خواهر جان، خوبی؟ صاحب نوازش بود، بگم من نمیخوام که مرا اسم شما؟ مادر بزرگ بود، بی بود. تبریک عرض میکنم عروسی رو. بخیر، سلامت باشین. سلامت باشین، تشکر. وقت برش زدن کیگاز نگه زد مزام اینا نشاییم، یک چند تصویر از کیگم بگیم. تبریک عرض میکنیم عروسی را و از طرف دیگه هم تولد امام رضا را بر شما. سلامت باشین همچنین بر شما.
چقدر خوشحال مانم بزنم. طبعا هر کس خوشش زواجش خوشحال است. سلامت باشین. چطور شد که آمدین مراسم عروسی تان در مراسم عروسی دست جمعی گرفتین؟ اولا خود دلیل شخصی است. برمان نمیگن دیگر. نه نگم بکن. دلیل شیست که همی فرقه که جامعه حاقیم است. ما شامل از دموقع نماس هست. این درصد کلی از جامعه دارم. یک نمونه خوب عروسی های آسان و اسلامی هست. بله بله. دقیقا. پیشنهاد شما برای کسایی که جوان هستن مثل شما در آسان عروسی هستن چی هست؟ من همیشه پیام بر جوان هایی است. بر فامله هایشان، بر فقره های عزیز، مادره های عزیز. از مساریف پیجا خودداری کنم و عروسی های آسان برگزار کنم. همینطور که پیجا زوج عزیز ما اینجا عروسیشان برگزار شد آسان و اسلامی. سلامت باشیم. دوستان و هموطنان عزیز، آقا داماد که در کنار رو میبینین، این داماد آقا داماد از دره ترکمن آمدن در کابل و در این مراسم عروسی شرکت کردن. سلام، خوب هستین؟ بخیر مولا. خیلی تبریک باشه، عروسی رو بخیر. سلامت باشه. از دره ترکمن آمدین؟ آه. خانه اونجاست؟ آه. کابل فقط به خاطر این مراسم عروسی آمدین؟ بله. چی خوبی ها دارد؟ چرا مثلا شما آمدین همونجا بین مردم مثلا عروسی نگرفتین یا عروسی تنهایی نگرفتین آمدین در این مراسم شرکت کردین؟ سالی هم هست یکی مصرف هم کرد میده دیگه مصرف در اینجا خوب کرد. یا بایم شما برای دیگه جوان ها چی هست که بیاین بیشتر در این مراسم اشتراک بکنن؟ دیگه جوان هم از من بیاین اشتراک کنن در این. سلامت باشین. سلامت. عزیز همچنان در ادامه گزارش در خدمت شما هستیم. محفل و این مراسم عروسی دست جمعی همچنان ادامه دارد و ما در خدمت شما هستیم. در خدمت سرور ارجمند و گرامی جناب حاج آقای رضایی هستیم، از مسئول برگزاری این مراسم که در سالها و سالها میشه در این برنامه های فرهنگی شرکت فعال دارند و حضور فعال دارند، برنامه های بیشتر و زیاد را فعال کردند. بیشتر صحبت میکنیم که هدفشان از برگزاری این مراسم ها چی هست. جناب استاد سلام، وقت بخیر. سلام علیکم و رحمت الله. حال شما خوبه؟ سلامت باشین، تشکر. تبریک عرض میکنیم. خدا انشاءالله مبارک کنه ولادت با سعادت سامن الائمه امام رضا را و همچنان 50 زوجی که عروسیش برگزار شده. خدا رو شکر موفقانه بخیر خلاص شده که سپری شد. انشاءالله که ما اول باید از شما تشکر کنم از برنامه و رسانه خوب راه فردا که همیشه برنامه های خوب عروسی های دست جمعی مذهبی را زیر پوشش دارد. انشاءالله که موفق و سلامت باشین و ما شما را به عنوان همکار و لطفی که دارین قبول داریم و قبول میکنیم. سلامت باشین آقا. هدف شما از برگزاری این مراسم ها چی هست؟ اینکه سالها و سالها میشه شما در این قسمت فعالیت میکنین و واقعا شبانه روزی زحمت میکشین. این دوره اول نیست، دوم هم نیست، دوره های بسیار زیادی هم پشت سر شما گذاشت آمدین و برگزار کردین. هدف شما از برگزاری این مراسم ها چی هست؟ هدف که معلوم است جامعه ما جامعه فقیر است و شما قبلا در جریان بودیم که در کل کابل و افغانستان از 100 زوج بیشتر پیدا نمیشد در اورم در ایام غدیر و 15 شعبان و میمنت مبارکه ولادت مهدی آل محمد و میمنت مبارکه عید غدیر برگزار میشد، دیگه مراسمی نبود. اما حالا ما در هر مراسمی، در هر ولادت و در هر خوشی ائمه معصومین جلسات را برگزار میکنیم. شاید در حدود 28 ماه ما 28 بار جلسه عروسی دست جمعی زوجهای جوان را هم در کابل و هم در ولایات برگزار کردیم که خداوند توفیق بده برای خیرین و خیرین را برکت بدهد و توفیق هم عنایت کند تا که دست های جوان به وضاحت و فقیر را بگیرد. علت فقر و مردمی که آماده شده برای کار برای عروسی
دست جمعی به سبک آسان و اسلامی این کار مردم که متقاضی از ما متقاضی زیادی فعلا هم داریم، خیلی زیاد است و عروسی هنوز هم این عروسی برگزار نشده بود که شاید بگم بیشتر از 50 نفر زنگ زده که ما آماده ایم که در عروسی بعدی در ایام قدیر اگر شما برنامه داشته باشین ما شرکت کنیم. ما تلاش میکنیم که دست فقیر را توسط خیرین و خیرین هم بنایشی هست که دست فقرا را بگیره و اونها پیام میدهد و ما را وادار میکند، تشویق میکند و خیرین همیشه تشویقش این است که دست مردم را بگیرین که فقیر زیاد شده، دست مردم را بگیرین که اونها نمیتوانه عروسی خود را برگزار کنند. علت ای که ما این کار را انجام میدیم فقر و تلاش خیرین است. سلامت باشین جناب استاد. یک تشهد اگر بتونید یک قسمت که 100 فرد که اینجا امروز اشتراک کرده در این مراسم که 50 زود میشه، چی چیزی شما در نظر گرفتین برشان به عنوان تحفه یا جهیزه ای که در نظر گرفتین؟ ما همیشه گفتیم که خواهران و برادرانی که در این مراسم شرکت میکنه چشم به جهیزه و تحفه ما نگذارن و همی که عروسیش برگزار میشه خدای مهربان بعدن با وسایل خانه و امکانات را با توکل با خدا به دستش قرار میده. باز هم ما توسط خیرین حدوداً 21 قلم جزیه برای خانواده ها میدهیم. حال جزیه شاید به نظر مردم ناچیز باشد، حال چیزی هست که به درد یک خانه کم مهمان یا خانه که تازه تشکیل شده میخوره. مشکلات چه حل میکنه؟ حل میکنه، کاملا حل میکنه. هم وسایل آشپزخانه داره، هم وسایل حمام داره، هم فرش داره، هم کمپل داره و امکانات بدی نیه. حالا امکانات خوب هم نیه. حالا در یه عصر و زمانی که ما هستیم هم با فقرا به او قناعت کردن و بس ما گفتیم یه جهزیه نمیدیم. خیلی کسا گفت اگر جهزیه هم ندیم ما حاضریم که در یه عروسی شرکت کنیم، چون اونا فهمیدن که تنها مشکلی که سر رای خانواده ها هسته همین انجام دادن عروسی هسته و عروسی را اگر برگزار کرد خدا مهربانه. به خاطر ازی هست که مردم بسیار با اشتیاق میه، با شوق میه و ما هم تشویق میکنیم و تشویق خودشان هم آمادگی خود را اعلان میکنه تا بیاید از این عروسی که بهره‌مند شوه. ما خانواده هایی داشتیم که 7 سال نامزادش، 4 سال که این دفعه خیلی زیاد داشتیم. ما در برنامه های ثبت نام خود چند چیز را ثبت میکنیم، یکی سال تولد زوجین را، دویوم چیزی را که ثبت میکنیم سال اگر او کم بوده ثبت نمونه، مثلا 6 ماهی، 2 ماهی، 5 ماهی که عادی هست، اما اوی که دیر مانده 2 سال، 3 سال، 4 سال اونا را کاملا ثبت میکنیم تا بفهمیم میانگینی از این کاری که فعلا انجام گرفته، میانگینی که ما برگزار کردیم چقدر زوجه. تشکر آج آقا. اگر خیلی کوتاه اشاره بکنین که و پیام شما، حرف شما برای دیگر علما از یک طرف، از طرف دیگر برای دیگر خیرین و نهادهای خیریه چی است که در این قسمت با شما همکاری بکنن؟ تجربه خود شما دارین که سالها و سالها به بخش کار کردین. ما همیشه پیام ما برای خیرینی بوده که برای اول خود برای زوجها و برای خانواده ها این بوده که خانواده ها میتواند که هم دیگر را تعاون کنند. ما در هرات گفتیم که اگر ما و تمام خیرین یک جا شود حدوداً 2000 خانواده را عروسیش برگزار کنند، اما اگر شما خانواده ها دست هم دیگر را بگیرین میتوانید صدها هزار خانواده را عروسیش برگزار کنید. چی رقم؟ هر خانواده ای که در گله گرفتن، در مهریه و در مصارف با همدیگر را همکاری کنه و کم بگیره و با همدیگر بسازه، با کمترین هزینه عروسی را برگزار کنه، با 20 نفر 30 نفر با ذبح کردن یک گوسفند میتونه که عروسی را برگزار کنه، محترمانه هم یک ختم قرآن بگیره. و خیلی کسا ما دیدیم سرمایه دارایی بودن که رفتن در سفر کربلا آمدن یک ختم قرآن کردن. ما پیامی است که خانواده ها دست همدیگر را بگیره و تعاون به همدیگر خانواده ها داشته باشد. یک دویوم دیگر با سرمایه دارا، اگر خانواده ها به همدیگر ترحم نمی کنه باید سرمایه دارا دست جیب شوه و همکاری کنه، خیرین دست و کار شوه تا بتواند
ده زوج، با 20 زوج، 100 زوج را اگر میتواند برگزار کنه در عروسیشان را برای جامعه خود خدمت خوبی کرده، انشالله ارزش خوب داره و توانمندی ده نفر دو نفر را خیلی کسا داره و خیلی کسا میتوانه که خانواده ها را یاری کنه، اما بعضی ها توفیق نداره. این توفیق به کارهای خیر خیلی مهم است. خیلی کسا توفیق به کارهای خیر نداره. کسایی در این امر خیر شرکت میکنه که از دین خوب برخورداره و از قیامت میترسه و تلاش میکنه که یک کار خیر را برای آینده خود انجام بده. مراسم هم کم کم با پایان میرسه. خیلی تشکر لطف کردین. بازم انشالله تبریک باشه با شما. انشالله که تبریک برای خانواده هایی که اینجا شرکت کرده، 50 زوجی که اینجا هستن. اول همه ما و شما برای اونها تبریک میگیم. دوم ما از امام رضا و از ائمه معصومین باید تشکر کنیم که مؤمنین را وادار میکنه برای از اینکه خانواده ها هم بیاید در ایام ولادت امام رضا و یکی از ائمه دیگر، از هر کدامش باشه یا جشن و سروری که باشه، در مراسم عروسی دست جمعی به سبک اسلامی تن بدهد و ای را پشتیبانی کند. ما از شما هم تشکر میکنم از رسانه خوب رای فردا که همیشه مراسم های مذهبی و رای فردا منبر و مسجد و اینا را پخش میکنه و سخنرانی ها را خیلی مردم بهره میبره، ولو سخنرانی خیلی نارسان باشه بازم مردم از ده کلمه که میگه از یک کلمهش بهره میبره. انشالله که موفق و سلامت باشین، خوش آمدین، صفا آوردین و ما شما تقدیر و تشکر. تشکر، سلامت باشین شما. سلامت باشین. و شما همتان عزیز، با این ترتیب و پایان گزارش ما نزدیکتر شدیم و رسیدیم به دقایق اخیر برنامه و گزارش. از شما از آنه که در این گزارش همچون با ما همراه بودیم سپاسگزاریم. گزارشی که تقدیم شما شد از مراسم عروسی دست جمعی 50 زوج که اینجا در شهر کابل برگزار شده بود، از به مناسبت تولد با سعادت و نورانی حضرت امام رضا علیه السلام، همچنان آغاز دهه دوم ماه ذوالقعده. از همه شما از آن سپاسگزارم. با دقایق اخیر گزارش با ما بودید. با سایر برنامه های رادیو و تلویزیون را همراه بمانید. ایامتان خوش. خدا نگهدار.